اعضای تیم ملی رکابزنی دختران میگویند که با تحمل آزمون‌ها و گذشتن از افتخان رستم به این ورزش رو آوردند. رخسار ربیبزی از 10 سال به این سو عضو این تیم است. او از تمامی دخترانی که با ورزش بایسکل سواری علاقه دارند میخواهد که به این ورزش بپیوندند و با مشکلات جامعه مبارزه کنند. ما باید با بعضی از مشکلات، بعضی از چالش ها روبرو شویم و بجنگیم تا که به هدف خود برسیم. هیچ چیز نمیشه که با آسانی ما را به دست بیاریم. و پیام ما به تمام دختر خانمایی است، هر چیز به هر ورزش که علاقمندی دارند، اگر با بایسکل سواری علاقمندی دارند، بیاید به فدراسیون ما، ما امرشان همکاری میکنیم. این دختران بایسکل سوار از آزار و اذیت مردان مسئول نیستند و حتی یکی از اعضای تیم آنها به دلیل تصادم یک موترسایکل با بایسیکلش مجروح گردید. ما یک روز قرغه می رفتیم، صبح وقت بود، از اون طرف می آوردیم که از پوانتون مارشال فهیم، پوانتون نظامی، خود پلیسای ما که ما چقدر با پلیسا تکیه میکنیم که ما از ما نگهداری میکنه، حفاظت میکنه، اما از پلیسای ما شروع تا به مردم عام با ما مزاحمت میکنه. مو سگ کیناین خود روان کرد که پشت ما که چند دختر ما، دختر تیم ما افتید، سرش در قسمت جدول سرک خورد که شش کوک خورد. به می رقم زیاد از دخترها را آزار اذیت میده، دستشان را قید میکنه. یک بار همراه خود ما میکار شد، دست ما را قید کرد. مروه کریمی از 4 سال به این سو در این تیم تمرین می کند. می گوید که برقراری صلح در افغانستان یکی از آرزوهایش است. روندی که همه دختران ورزشکار خوشبینند، اما صلح می خواهد که حقوق و دستاوردهای زنان را پایمال نکند. خواست ما از دو طرفی است که اونا تصمیم بر از این نگیرند که خانم ها را پشت سر قرار بدن. باید اونا خانم ها را مد نظر بگیره، به خاطر که خانم ها عضو فعال یک جامعه می باشه و ما را به ورزش خود با نگمی بپردازیم. این در حال است که تیم های ورزشی دختران در طول سالهای گذشته توانستند با شرکت در رقابت های ورزشی مختلف در کوریای جنوبی، قزاقستان، بنگلادش و پاکستان مدال‌های را برای افغانستان به ارمغان بیاورند. هدایت الله نوری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.